دادستان عمومی و انقلاب تهران از بررسی مهمترین پرونده اقتصادی حاضر در دادستانی با محوریت صنعت نفت کشور خبر داد. دولت آبادی انتشار اطلاعات دقیق و یا جزئیات موجود در پرونده را به دلیل جنبه‌های بین‌المللی آن ناممکن دانست، اما در این حال اعلام کرد که در این پرونده برخی از مدیران نفتی شاغل و بازنشسته نیز حضور دارند. وی که در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادستان ناحیه یک شمیران و در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در این پرونده گفت، در دو هفته گذشته 6 نفر از کارکنان بازنشسته و شاغل در این نهاد به مدت 48 ساعت بازداشت شدند که دادستانی پس از بررسی آنها را با قید ضمانت آزاد کرد. من تا اونجا که اطلاع دارم از کلیت صنعت نفت ایران به این صورت هست که نقش مدیران در قالب اجرایی برنامه های سرمایه گذاری و برنامه های استخراجی نفت در حقیقت اکسپلوریشن که میشه در حقیقت گفت اکتشافات جدید و عرشبت که بازدهی چاهای نفت هست و خارج از این محدوده مدیران صنعت نفت در ایران نقش دیگه بازی نمی کنند. یک گروه دیگه هستن که در داخل صنعت نفت ایران در دنبال تماس با کمپانی‌های جهانی نفتی هستند و کشورهای خارجی که بتونن توسط اونها سرمایه‌گذاری جذب کنند و این سرمایه‌گذاری‌ها باعث بشه که یا به اکتشافات جدید برسه یا حداقل به تعمیر و نگهداری حدودا و محصول نفتی موجود کمک بکنه. این مدیران آنچنان قدرتی ندارند که در سطح بالا بخوان نقش بزرگی رو بازی بکنند. وزیر نفت و کابینه هستند که در واقع تصمیم میگیرند که قیمت نفت رو در چه سطحی قرار بدند و عرشبت که اونا هستند که میتونن با کشورهای دیگه دنیا مثل چین تماس داشته باشند. در سالهای بعد از انقلاب، صنعت نفت کشور و وزارتخانه مربوط به آن همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های کشور بوده است. در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، دولت محمود احمدی نژاد با شعار در هم کوبیدن مافیای نفتی و آوردن پول‌های حاصل از فروش آن بر سر سفره‌های مردم وارد صحنه شد. در دهمین دوره ریاست جمهوری نیز مناقشه بر سر چگونگی اداره صنعت نفت کشور ادامه داشت. در هفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت، اما این اقدام وی با مخالفت مجلس مواجه شد و در نهایت آقای احمدی نژاد محمد علی آبادی را به عنوان وزیر نفت منصوب کرد. اما این انتصاب نیز از سوی مخالفان به دلیل عدم تجربه کافی آقای علی آبادی در این حوزه و آنچه که از آن نفوذ جریان انحرافی در صنعت نفت یاد شده با انتقادات فراوانی همراه بود. احمد باطبی، صدای آمریکا، واشنگتن.